با صداش خیلی آشنا هستیم، با چهرش هم آشنا هستیم. شخصیتی به نام پرویز ربیعی. پرویز ربیعی سلام عرض میکنم. سلام از بنده است. من خیلی خوش آمدید. متشکرم از لطفتون. من قبل از هر چیز خدمت شما منشور خانواده زاده سلام عرض میکنم به عوامل فنی، با بیننده های ما، با بیننده ها و کسانی که علاقمند هستن به حرفه دوبله، خدمتشون سلام عرض میکنم و خیلی خوشحالم که فرصتی پیش اومد که چند دقیقه و این افتخار نصیبم شد در کنار شما با بیننده ها صحبت بکنیم. خیلی ممنون ربیع جان. ورود تو خیلی خلاصه، خیلی خلاصه به دوبله برای ما بگو. من خیلی علاقه داشتم به دوبله سینما که میرفتم میبادم خونه میشستم به اصطلاح ادای گوینده هایی که فیلم دوبله کرده بودن بعضیشون در مورد به خودم میگفتم که خود میشه یه دفعه من برم تو این کار. خیلی دوست داشتم، دوستی داشتم با که دوست و رفیق مرحوم آقای رسولزاده بود و آقای پرویز بهرام به من گفت دلت میخواد تو رو به اونا معرفی کنم؟ گفتم از خدا میخوام. اومدم خدمت مرحوم آقای رسولزاده که اینجا جا داره که من تشکر ویژه و ویژه و ویژه داشته باشم از این مرد بزرگ، این اسطوره واقعی که به مفهوم مطلق اسطوره است، همونطور که خودتون اطلاع دارین. آشنا شدم باشون و از راهنمایی و کمک هایشون برخوردار شدم. پدر شما از کجا میدونستین که خبر شهشاله بیاد؟ من از یک سال پیش خبر داشتم بسره. چی؟ پس چرا زودتر این خبر رو به حیوانای جنگل نگفتی؟ صبر کن الان برات میگم. راستش به خاطر اینکه کتابچه یادداشتم گم شده بود. چی؟ یعنی اونو داشتیده بودم؟ مطمئن نیستم، مدرکی وجود نداره که بشه گفت دزدیده شده و چون کتابچه رو نداشتم نمیدونستم دقیقاً چه موقعی زلزله اتفاق میفته. آه نه، پس اگه کتابچه رو گم نکرده بودین حیوانا فکر میکردن که شما پیشگویی. گوش کن پسرم، روباه بزرگ حتما یک حق بازه. چی؟ عجیبه، اون واقعاً نقاش خیلی خوبی بود. دشمالو کجاست؟ والا اون امروز صبح خیلی زود از اینجا رفت. رفت؟ من کلاه مادرم آوردم تا ببینه که چقدر شبیه اون نقاشی است. خیلی بد شد که اون رفته. مادرم میخواست برای این کار ازش تشکر کنه. از پدرم خواسته که سلامشو به ما برسونه. راستشو بخواین منم نمیدونم، ولی حدس میزنم که اون یه کار خیلی مهم داشته که با این عجله از اینجا رفته. یه کار خیلی مهم؟ منظورتون چیه؟ فکر میکنم برای حیوانای جنگل اون طرف رودخونه پیغامی داشته. پیغامش چی بوده؟ بله چی بوده؟ من درست نمیدونم، من همونطور که بهتون گفتم فکر میکنم پشمالو پیغام خیلی مهم میداشته که صبح خیلی زود از اینجا رفته. برام اهمیتی نداره، حالا زود باش از تختت بیا بیرون و بگو چی کار کردی. نه خیلی نمیم. گفتم فورم بیا وگرنه با تختت میذارم تو یک کمد. وقتی من کاری نکردم حق نداری منو توی جایی زندونی کنی. برای اینکه من کاری نکردم من اصلا به اون دستگاه قدیمی شما دست نکردم. خیلی خب دیگه کافیه، این بالا و پایین پریدن رو قطع کن. نه نه، خودت باعث میشی که من این کارو بکنم. بله خودت باعث میشی. خودت داری دیوونم میکنی. زود باش از کارگاه برو بیرون، برو بالا تو تخت من دراز بکش. دیگه اجازه نمیدم بیای اینجا. برو بالا. نه خیر، من بالا تو تخت شما نمیرم، من از این خونه میرم، میرم قطب. خیلی خوب خیلی خوب، خوبه باشه، بهتره تمام برجک های دنیا برن همونجا. بهتره به خودت یه نگاهی بکنی، خیلی دردناک شدی. کافیه گفتم برو بالا، بیا برو بالا برجک، برو بالا. تو میدونستی که فرمانده عالی دستور بازدید از یگانها رو داده بودن؟ بله میدونستم. پس چرا حاضر نشدی؟ دیگه کافیه، تو به دستور فرمانده قبلی استراحت میکردی درسته؟ گوش کن لینچان، من از نتیجه کارت اصلا راضی نیستم. تو به عنوان فرمانده یک گروه برای سرکوب یک شورش فرستاده شدی، با یک یاغی درگیر و به سادگی شکست خوردی که در نتیجه مورد تحقیر مردمم قرار گرفتی. تو باعث خفت گارد امپراتوری شدی لینچان. جواب چیه؟ هیچ جوابی برای توجیه کارم ندارم. لینچان، تو در شمشیر زنی به نام و استادی، چگونه میشه باور کرد که استادی از یک شکارچی معمولی شکست بخوره؟ خودم هم نمیدونم. جدی؟ هرچه که بیشتر فکر میکنم دلیل موجهی پیدا نمیکنم. نتیجه این اعمال میتونه برای ترس انگیز باشه. لویی چی باعث شده فکر کنی که من ممکنه به لازلو در فرارش کمک کنم؟
برای اینکه حد میزنم تو با وجود داشتن ظاهر بی اعتنا و خشن قلبا آدم احساساتی هستی. اگه دلت میخواد به حرف من بخن، ولی من سوابق تو رو خوب میدونم. بذار به عنوان نمونه فقط دو فقرش رو برات بگم. در 1935 تو اسلحه فرستادی به اتیوپی. در 1936 تو اسپانیا همراه جمهوری خواهان جنگیدی. اونجا در هر دو مورد پول خیلی خوبی گرفتم. طرف برنده بیشک پول بیشتری بهت میداد. شاید حتما. خب معلومه تصمیم گرفتی لازلو رو اینجا نگه داری. به هم اینطور دستور دادم. آه فهمیدم، فشار گشتاپو. ریکی عزیز، تو در مورد نفوذ گشتاپو داری قلوف میکنی. من به کار اونا دخالت نمیکنم، اونام تو کار من دخالت نمیکنم. در کازابلانکا سرنوشت من دست خودمه. من سروان در قاد اشتراسه رو آمدن قربان. خب داشته میگفتی مسئلت میخوام. چند وقت هم دیگر رو میشناسیم، جوری رفتار میکنی انگار تا حالا قرارداد نبستیم. یه جای حسابی قرار ملاقات بذار. مطمئنم آقای یانگ چیزای بهتری برای پیشنهاد به نیویورک داره و میخوام خلاصه‌شو بهم بدین.